سلام و وقت بخیر میگم به شما بینندگان عزیز. با گزنه دیابت رو درمان کنید. تو این ویدیو بهتون میگیم که چگونه گیاه گزنه میتونه دیابت و قند خون رو درمان کنه. همچنین از خواص فوق‌العاده گزنه بهتون میگیم. قبل از دیدن این ویدیو کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگولک کنار سابسکرایب رو بزنید و دکمه آل رو بزنید تا از همه ویدیوهای ما با خبر بشید. طبق بررسی‌های زیادی که توسط متخصصین انجام شده، مصرف روزانه 100 میلی گرم عصاره گزنه برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2 بسیار مفیده. مطالعات افراد دارای تخصص در این زمینه نشون میده که عصاره این گیاه اثرات مثبتی داره. این عصاره باعث کاهش میزان قند خون ناشتا، هموگلوبین، گلیکوزیکه و الگوی لیپید و کاهش فشار خون میشه. البته توجه داشته باشید که این گیاه رو باید زیر نظر پزشکتون مصرف کنید. استفاده زیاد از دوز بالای عصاره گزنه عوارض زیادی برای بدن داره. گیاهی گزنه به دلیل داشتن منابع فلانوئیدی در کنترل 2 ساعته قند خون، مقاومت به انسولین و بهبود زندگی تاثیرات زیادی داره. البته برای کنترل بیماری دیابت نوع 2 تنها مصرف عصاره گیاهی گزنه کافی نیست. در کنار مصرف گزنه باید توجه داشته باشید که بهتر از محصولات رژیمی و بدون قند استفاده کنید تا شرایط شما بدتر نشه. گزنه رو چگونه استفاده کنیم؟ روش‌های متفاوتی هستش. مورد اول دم کرده گزنه است. در 1 لیتر آب جوش 40 گرم برگ گزنه بریزید و میذاریم 10 دقیقه دم بکشه. سپس بعد از هر غذا 1 فنجان از اون رو مصرف میکنیم. جوشانده گزنه 30 گرم گزنه رو در 1 لیتر آب بریزید و به مدت 10 دقیقه اون رو میجوشونیم و بین غذاها 1 فنجان در روز مصرف میکنیم. تنتور گزنه 1 قسمت برگ گزنه با 5 قسمت الکل 50 درجه طبی مخلوط میکنیم و درون 1 شیشه در بسته میریزیم و 15 روز هر روز اون رو تکون میدید و بعد از گذشت این روزها اون رو صاف میکنید، درون 1 شیشه در بسته میذاریم. این ترکیب رو هر روز به مقدار 10 الی 15 قطره 3 بار در روز مصرف میکنید. طبع گزنه گرم و خشکه. حالا خواص دیگه گزنه چیه؟ مورد اول، سمزدایی بدن. دم کرده گزنه به دفع سموم بدن به خصوص اوره و بهبود دستگاه لنفابی کمک میکنه. درمان اسهال. گزنه سرشار از پروتئین و روغنهای چربه، جوشانده برگ گزنه برای رفع اسهال مفیده. همچنین از خواص دیگش اینه که برای درمان مشکلات جنسی مفیده. گزنه حاوی اسید چربه که سطح تستوسترون رو بالا میبره و باعث افزایش میل جنسی میشه و با افزایش جریان خون میل جنسی رو تقویت میکنه. از خواص دیگش اینه که باعث درمان کمخونی میشه. گزنه حاوی منیزیم و آهنه. افرادی که کمخونی دارن با نوشیدن دم کرده اون کمخونی رو بهبود میبخشن. خاصیت بعدیش اینه که برای درمان پوست چرب مفیده. گزنه حاوی ویتامین C هستش و رادیکال های آزاد پوست رو از بین میبره و خواص قلیایی اون چربی پوست رو تنظیم میکنه. در جایی دیگه از اون اشاره شده که برگ گزنه رو بجوشونید و اون رو بکوبید و روی پوست ماسک کنید تا چربی پوست رو تنظیم کنه. همچنین برای درمان جوش مناسبه. گیاه گزنه برای درمان اگزما هم مفیده. خاصیت ضد التهابی داره به خاطر ویتامین C و ویتامین K که داره و خارش سوزش رو تا حد قابل توجهی کاهش میده. باعث براق کردن مو میشه. از جمله خواص گزنه میشه به درخشنده کردن موها اشاره کرد. به همین منظور جوشانده گزنه رو میتونید روی موها اسپری کنید. باعث رویش موها میشه. چون حاوی سیلیکا و گوگرده در سلامت رویش مو موثره. شبها جوشانده ریشه و برگ گل گزنه رو روی کف سر ماساژ بدید و صبح آب کشی کنید. همچنین روغن گزنه هم تاثیر مناسبی داره. شما میتونید برای درمان شوره سر هم از گزنه استفاده کنید. برگ گزنه خشک و روغن نارگیل رو شبها قبل از خواب روی پوست سر بذارید و صبح بشورید. همچنین برای خارش پوست سر هم مفیده. ترکیب گزنه با حنا یا کتیرا برای درمان بیماری های پوستی سر مفیده و میتونه موخوره رو هم درمان کنه. از خواص دیگه‌اش برای دفع درد مفاصله. شیره تازه گزنه جهت دفع درد مفاصل در استعمال خارجی به کار میره و اثر تنگ کنندگی مجاری عروق رو داره.
این دمنوش برای زنان هم مفیده، زیرا حاوی ویتامین K است که برای انعقاد و تنظیم جریان خون موثره. زنانی که قاعدگی دردناک و خونریزی زیاد دارن، مدتی قبل از قاعدگی به طور منظم این جوشونده رو تحت نظر پزشک بنوشن تا عوارض اون کاهش پیدا کنه. برای قاعدگی هم مفیده، در تنظیم قاعدگی و درمان کیست مفیده و خونریزی رو بهبود میبخشه. برای تنظیم هورمون ها هم مفیده. فشارهای عصبی علت اصلی اختلال در عملکرد غدد درون ریزن. خاصیت آرامش بخش گزنه در تنظیم هورمون های غدد درون ریز مؤثره. برای رفع خستگی هم مفیده. سرشار از ویتامین C و آهنه که سیستم ایمنی بدن رو بهبود میبخشه و اثر انرژیزایی داره. مصرف روزانه گزنه با لیمو به رفع خستگی کمک میکنه. سرشار از سیلیس و منیزیومه که برای جذب بیشتر کلسیوم میتونه کمک کننده باشه. بنابراین از پوکی استخوان جلوگیری میکنه. یه خواص دیگه‌اش اینه که برای درمان عفونت ادراری مفیده. گزنه خاصیت ادرارآوری داره و برای عفونت مثانه و مشکلات ادراری مفیده. همچنین سنگ کلیه رو به قطعات ریستانی خورد میکنه. برای عفونت گلو و دهان مفیده. خاصیت آنتی هیستامین ضد عفونی کنندگی گزنه برای درمان حساسیت و عفونت گلو، سرفه موثره. دم کرده اون رو قرقره کنید. برای مشکلات لثه مفیده. خاصیت ضد میکروبی داره. جوشونده اون رو میتونید به عنوان دهانشویی برای سلامت دهان و لثه مصرف کنید. برای درمان تنگی نفس موثره. به علت وجود ترکیبات گوگردی در گزنه برای ضد عفونی شدن مجاری تنفسی موثره. مصرف سه فنجان دم کرده اون برای مشکلات تنفسی عالیه. باعث کاهش ریسک سرطان پروستات میشه. حدود 1.1 میلیون از مردان تحت تاثیر نشانه های سرطان پروستات هستند و محققان داروها و تکنیک های پیشرفته ای رو برای این بیماری ارائه دادند. اما گیاه گزنه در جلوگیری از رشد پروستات ثابت شده است. باعث بهبود اختلالات عصبی میشه. گزنه به دلیل خاصیت آرامش بخشی که داره و باعث کاهش هیجانات ناشی از استرس میشه، مثل یه قرص اعصاب عمل میکنه. اما اگه قرص های اعصاب مصرف میکنید، برای استفاده گزنه با پزشکتون مشورت کنید. باعث کاهش فشار خون میشه. پتاسیم روی به آهن موجود در گزنه در بهبود عملکرد قلب موثره. بنابراین بر بدن تاثیر میذاره و فشار خون رو کاهش میده. باعث جلوگیری از آلزایمر میشه. گزنه ویتامین های مورد نیاز دستگاه عصبی بدن رو تامین میکنه. بنابراین احتمال ابتلا به آلزایمر رو کاهش میده. به همین خاطر روزانه 2 فنجان جوشانده ریشه گزنه رو بنوشید. یادتون باشه مصرف بیش از حد گزنه برای روده و کلیه ها ممکنه مضر باشه و باید این داروی گیاهی رو همراه با صمغ عربی و کتیرا مصرف کنید. بیش از 10 گرم در روز از این گیاه مصرف نکنید، زیرا سبب بند اومدن ادرار میشه. مصرف گزنه برای زنان باردار و کودکان مضره. این گیاه خاصیت دیورتیک داره و نباید اون رو با داروهای مدر استفاده کرد. این گیاه رو با داروهای ضد فشار خون و داروهای آرام بخش و ضد اضطراب و داروهای کاهنده قند خون نباید استفاده کرد. همچنین با داروی مثل وارفارین هم نباید استفاده کنید. مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو. تا ویدیو بعدی، خدایا رو نگه دارتون.